حیات کلیسای داوود، جایی که قرار است تا دو روز دیگر صحرای قرآن سوزی شود. اقدامی که مسئولان کلیسا میگویند دلیلش خشم آنها از کارهای مشابه مسلمانان است. اما آنچه بسیاری از دولت مردان آمریکا را نگران کرده این است که دود آتش قرآن ها به چشم شهروندان و سربازان. اما دولت راهکار قانونی برای جلوگیری از این کار ندارد. تنها چاره گویا خواهش است. اگر کشیش اون کلیسا صدای من رو میشنوه، میخوام بدون کارش کاملا خلاف ارزش های ما آمریکایی هاست. بنای این کشور بر آزادی عقیده و مدارا با همه ادیانه. به عنوان رئیس کل نیروهای مسلح آمریکا میخوام که متوجه باشه کارش میتونه جان نیروهای ما رو در عراق و افغانستان به خطر بیاندازه. رئیس جمهوری آمریکا گفته این اقدام بهانه‌ای برای نیروگیری القاعده خواهد شد. مقام های کشورهای اسلامی چون بحرین، کویت، پاکستان، افغانستان و ایران هم این تصمیم را محکوم کردند. نگرانی ها به خصوص در عراق و افغانستان که سربازان آمریکایی در آنها حضور دارند بیشتر است. قرآن از خودش محافظت میکنه و ما مسلمان هستیم، از قرآن حمایت میکنیم. مخالفان محلی این اقدام روی تابلوی ورودی این کلیسا نوشتند نازی ها، اشاره به کتاب سوزی های دوران جنگ جهانی توسط آلمان نازی. بسیاری میگویند 9 سال بعد از حملات 11 سپتامبر هنوز خشم و آتش در دل بسیاری از بنیادگرایان افراطی خاموش نشده. فرداد فرخزاد، BBC.